Hey there again everyone, how are you doing today? I hope you're all doing perfect. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. خوش اومدی به یه ویدیو دیگه با سریال های میچو مادر. طبق همیشه، مثل همیشه بریم یه پریویو داشته باشیم چیزی که میخوایم امروز یاد بگیریم. funeral، لغت funeral. bow، بونه، bow، فعل bow. prayer، این نکته راجع به prayer بگیم. prayer یعنی دعا کردن دیگه، prayer. و tivo، تیوو لغت خاصی نیست، حالا بهش میرسیم، چیز خیلی فوق العاده مسخره است، ولی خب بررسی میکنیم. بعد بریم ویدیو رو با هم ببینیم، بعد بریم با هم بررسی کنیم. فقط فهمیدتون نره که اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید. Let's go. Okay, here's the plan. Record the game, go to the funeral, pay our respects to Matt. Mark. And start watching only an hour late. Okay. That's great, but just to make sure it records, maybe we should bow our heads and say a quiet prayer to the TiVo gods. خب بچه‌ها ویدیو رو دیدیم، حالا بیاین با هم بررسی کنیم. Okay, here's the plan. اینو زیاد استفاده میکنن. Here is the plan یعنی که خب قرار این کارو بکنیم. برنامه اینه. نقشه‌مون از این قراره. کاری که می‌خوایم بکنیم اینه. Okay, here's the plan. This is what we're gonna do. Here's the plan. یه معنی اصطلاحی داره، به این معنی نیست که اینجا نقشه است الان یا اینجا برنامه، یعنی که این کارو قرار بکنیم، این کارو انجام میدیم. Game, go to the record the game, go to the funeral. اینجا الان سوپر بال میخواد نشون بده، اینا باید برن مراسم تدفین و داره میگه که record the game، بازی رو ضبط کنیم. Go to the funeral. حالا funeral به چه معنیه؟ خیلیتون میدونید. Funeral یک اسمه. A ceremony for burying or burning the body of a dead person. Usually religious. میگه که یک مراسمی که برای دفن کردن یا سوزوندن جسد یک آدمی که مرده. مراسم تدفین. خب مراسم دفن کردن مرده. حالا the funeral will be held next Friday. The funeral will be held next Friday. held خیلی جمله جالبیه. گذشته یه hold دیگه. hold اینجا ما hold به معنی معمولا نگه داشتن استفاده میکنیم، ولی از hold به عنوان اجرا شدن هم استفاده میکنم. مثلا میگن the game was held، بازی اجرا شد، خب یا برگزار شد. ببین داریم میگه مراسم برگزار خواهد شد، will be held. چرا گذشته است؟ چون جمله مجهوله. will be held یعنی برگزار خواهد شد هفته آینده. توسط کی؟ حالا توسط کدوم خانواده یا دیگه بایش معلوم نیست، ولی جمله مجهوله، گذشته نیست. The funeral will be held next Friday. یا مثال دوم، over 200 people attended the funeral. بیش از 200 نفر آدم اومدن به مراسم خاکسپاری. خب over 200 people attended the funeral. پس funeral میشه مراسم تدفین یا خواستگاری. خواستگاری خاکسپاری. Pay our respects to Matt. Pay our respects معمولا شما مثلا میگه we have to go to the funeral and pay our respects. Pay our respects یعنی ادای احترام کردن. خب همون ما میگیم باید بریم مثلا فاتحه بخونیم، اینو میگن we have to go and pay our respects، ادای احترام کنیم، بریم اون بالا مثلا وایسیم. اونا که فاتحه نمیخونن که، معمولا همون رفتن به مراسم با کوچه‌وار و مشکی و اینا همون کافیه، میگن pay our respects. یا شروع میکنن از کسی که مرده چیزای خوب و خاطرات خوب تعریف کردن. pay our respects to Matt یعنی که ادای احترام کنیم تو مراسم بهش. مارک میگه اسمش مارک نه مات. and start watching only an hour later و فقط شروع و بعد شروع کنیم نگاه کردن سوپر بال حدود یک ساعت بعدش. بعد فینرال میم خونه بازی که رکورد کردیم و نگاه. Okay, that's great, but just to make sure it records. میگه باشه خیلی خوبه، ولی برای اینکه مطمئن بشیم که داره رکورد میکنه. But just to make sure. To make sure یعنی مطمئن شدن. خب تو میخوای بگی مطمئن شو این اتفاق میفته، از فعل کمکی make باید استفاده کنی. sure که نمیتونه فعل باشه، please sure یا I'm sureing. خب make sure یعنی که مطمئن شو. But just to make sure it records. فقط مطمئن شو که داره ضبط میکنه. records. maybe we should bow our heads and say maybe we should just okay that's great but just to make sure it records maybe we should bow our heads. میگه شاید بعد سرامون رو باو بشه معنی. حتما زیاد تو فیلم مثل گیم آف ترونز اینا شنیدید، باو یعنی که تعظیم کن، تعظیم کردن، سر و فرود آوردن،
سر و پایین انداختن. ببین to bend your head or body forward especially as a way of showing someone respect or expressing thanks to people who have watched you perform. میگه که اینکه سرت یا بدنت رو به سمت جلو خم کنی معمولا برای اینکه نشون بدی به یک نفر داری احترام میذاری یا داری یه جور تشکر کردن رو بیان میکنی به افرادی که تو رو نگاه کردن یه اجرایی انجام دادی. مثلا شو که میری بعد که میان سرشون خم میکنن به اون عمل میگن bowing. bow they bow to the queen یعنی که تعظیم کردن به کوین. خب یا مثلا the children bow their heads in shame. این هم استفاده میشه خیلی. میگه که بچه‌ها سرشون رو به عنوان شرمندگی پایین انداختن، سرشون رو پایین آوردن. اینجوری یعنی تعظیم کردن و احترام گذاشتن نیست، اینجا به معنی پایین آوردن سر به عنوان شرمساریه. The children bowed their heads in shame. خب تو میتونی بگی in shame in prayer they bowed their heads in prayer برای دعا کردن. حالا prayer رو کلمه بعدیه که میخوایم بررسی کنیم و بهش میرسیم. بریم ادامه ویدیو. Our heads and say quiet prayer to the And say a quiet prayer to the Tivo gods. و بگیم a quiet prayer to the Tivo gods. Prayer به چه معنی میتونه باشه؟ آیا چون ER بعدش اومده به معنی کسیه که دعا میکنه است؟ شاید اینجوری به نظر بیاد ولی این نیست. Pray به معنی دعا کردن. Prayer نمیشه کسی که دعا میکنه. بریم بررسی کنیم. Prayer. The words that someone says or things when they are praying. میگه کلماتی که یک نفر میگه یا فکر میکنه موقعی که داره دعا میکنه. خب پرایر میشه اون نیایشه، اون حرف زدنه، اون دعا کردنه، اون راز و نیاز کردنه. خب اون عمل دعا، اون سخنهایی که شما میگی برای دعایی که داری میکنی، نه کسی که دعا میکنه. ببین She always says her prayers before she goes to sleep. یا مثلا مساویس با She always prays. اینجوری هم میتونی استفاده کنی. دعا میکنه قبل از که بره بخوابه یا دعاشو میخونه. اینجوری میتونی بگی She always says her prayers. پس اینجا prayer معنی کسی که دعا میکنه نیست، دعاشو میخونه قبل از که بره بخوابه. یا مثلا A prayer of thanks. خب یه جور سخنانی برای تشکر. پس اینجا که ما اینو داشتیم bow میتونی بگی The children bow their heads in prayer. سرشون انداختن پایین برای دعا کردن، حالت دعا گفتن. حالا تیوو چیه؟ تیوو معنی خاصی نداره. تیوو is a digital video recorder developed and marketed by Xperi. مثلا میگه که یک دستگاه رکورد ویدیو DVD در واقع DVR recorder که توسط شرکتی مارکت شده، پخش شده و به فروش میرسه، بهش میگن تیوو. خب داره میگه برای اینکه مطمئن بشیم رکورد میشه بهتر سرمون رو به حالت دعا بیاریم پایین و یه راز و نیاز خیلی سری بکنیم با خداهای خدایان تیوو، یعنی با خدایان DVD ها، ویدیو رکوردر ها. چرت و پرت تر از این من نشنم. And say quiet prayer to the Tivo gods. یعنی از خدایان DVD ها بخوایم که یه وقت رکورد این قطع نشه. Okay, یه بار دیگه. That's great, but just to make sure it records, maybe we should bow our heads and say a quiet prayer to the Tivo gods. ویدیو رو کامل بررسی کردیم رفقا، امیدوارم استفاده کرده باشی. یه بار لغات رو مرور کنیم. Funeral مراسم خاکسپاری. باو یعنی سرخم کردن یا تعظیم کردن، برای هم به معنای احترام، هم میتونه وقتی شما سرتو به عنوان شرمساری پایین میاری، به عنوان دعا کردن پایین میاری، هر کاری که میخوای سرتو پایین بیاری. خب باو به معنای اون پایین آوردن یا خم کردن سر یا بدنه. پرایر میشه اون سخنها و راز و نیازهایی که شما برای دعا استفاده میکنی، نه کسی که دعا میکنه. تیوا هم کهش معنی خاصی نداره. امیدوارم استفاده کرده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید. تا ویدیوی بعدی، take care. Okay, here's the plan. Record the game, go to the funeral, pay our respects to Matt. Mark. And then start watching only an hour late. Okay, that's great, but just to make sure it records, maybe we should bow our heads and say a quiet prayer to the Tivo gods.